نام خداوند جان و خرد، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خداوند جان و خرد، درود بیکران بر شما دوستان عزیز، هموطنان ارجمند. امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش باشه، هر کجا که هستید خوش و خرم و شاد و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه، عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، داستان ما، داستان کیخسرو و پایان کار او. کم کم به پایان دوران پادشاهی و عمر کیخسرو نزدیک میشیم. داستان کیخسرو داستان انسان همیشه تنهاست. کیخسرو به درستی زندگی میکنه و در مبارزه و در نزاع همیشگی جهانش سعی در سلطه بر قوای اهریمنی داره و بعد زمانی که در میابه که توان یا مجال مبارزه رو از دست داده، به استقبال مرگ میره. داستانی که بشر تکرار میکنه، زائیده میشه و میمیره. اما شکوه کیخسرو در انتخاب، نه در اجبار. کیخسرو در بین دشمنی ها، دروغ ها، کجی ها، پلشتی ها و پلیدی ها متولد میشه و به بالندگی میرسه، اما از تأثیر پذیری به دوره. انگار که حاله ای از خیر و نیکی او رو احاطه کرده تا این نهال نوپا رو به درختی پا بر جا بدل کنه. کیخسرو بعد از غریب به 60 سال پادشاهی و فرمان روایی ظفرمندانه و همراه پیروزی‌های بزرگ برای ایران، تصمیم گرفت که از تخت پادشاهی کنارگیری کنه و ترک جهان. ببینیم گفتار اندر خواهش کردن ایرانی‌ها که او را گفتند ما رو تنها مگذار. با یک حرکت توکس و گسته هم و چند سر نیزه، حالا گرازه تاخت کرد. گرازه رسید خواست عکس عملی نشون بده، بند دست گرازه را گرفت، از خانه یزین کشیدش به دل اضطراب، دست انداخت اینجاش، یه دستی کندش سر جنگ، تحویل زندان. خراد آمد زندان، اشکش زندان، هر کی میاد میفرسته زندان. کودرز گفت دلاورون، امیرون، صاحب منصبون، پس چرا منتظرید گیو الف سالار؟ گفت پدر عالی مقام، من میرم هم زندانی ها را آزاد میکنم، هم یک گوشمالی به این تورانی میدم، گیو داماد رستم، این سرهنگ سلحشور که 7 سال رفت توران، آب تلخ و شور و کز و شیرین خورد، لباسا پاره پاره، تا کیخسرو را آورد ایران. گیف مرکب را به جولان در آورد، گر 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 گر، رسید داگره میدون، میدون داری کرد مقابل برزو، بست دهنه به دهنه باره. به یه نفر گفت، هومان آمد، گفت چیه پهلوان؟ گفت این کیه؟ ببین این سوار سرفراز کیست که بر دست و تیغش به باید گریز؟ گفت این گیو الف سالاره، داماد جهان پهلوان رستمه. برزوت دلش گفت خوبه،
خب این داماد جان پهلوان رستم دیگه، باید به این زیاد با حربه باید ملاحظه‌شو بکنم. به گیب گفت من چیه؟ گفت به من میگن گیب علف سالار، پسر کودرس. من کسی هستم 7 سال رفتم که کیخسرو آوردم. گفت تلافی 7 سال اذیت به افراسیاب و من از دماغت میکشم بیرون. دست گیب رفت برای نیزه، نیزه رو دراز کرد برای سینه برزو، برزو ات! تو که نیزه گیب گرفت، گیب بکش، برزو بکش، هی دارن شال میدن به هم. یک قوت نیزه را از دست گیف کشید بیرون. گیف باش همشیر حمله کرد، بند دست گیف گرفت. گفت خیلی دوست دارم آره، چون داماد جان پهلوانی. شست بغلش ها رنگوش، یک حق گذاشت گوش گیف. گیف باس صورت از چپ خورد زمین، کت و کوپالش رو ببندین. همه دیدن و گیوم بسته آوردن تو زندان. کیخسرو به ایرانی ها گفت زمان من سر آمده، من رفتنی هستم. هرچی از من می خواهید بگویید. همه شروع کردند به گریه کردن، چشم ها گریان، دل ها بریان. گفتند ای شهریار، این تاج و تخت برای که می ماند؟ دستان یا زال زر زمین ادب بوسید، بلند شد، شروع کرد به سخن گفتن درباره سرانجام کار، اینکه چه می شود، اینکه موقعیت رستم چه خواهد شد. سخنها بسیار زیباست، همه بیتها رو می خونم. گفتگوی زال با کیخسرو و پاسخ کیخسرو. چو بشنید دستان خسرو پرست، یعنی زال زر، چو بشنید دستان خسرو پرست، زمین را ببوسید و بر پای جست. چون این گفت که ای شهریار جهان، سزد کارزوها ندارم نهان. تو دانی که رستم به ایران چه کرد، به رزم و به رنج و به ننگ و نبرد. چو کاووس کی شد به مازندران، رهی دور و فرسنگ های گران. که دیوان ببستند کاووس را، چو گودرز گردن کش و توس را. تهمتن چو بشنید تنها برفت، به مازندران روی بنهاد تفت. بیابان و تاریکی و دیو و شیر، زن جادو و اژدهای دلیر. بدان رنج و تیمار ببرید راه، به مازندران شد به نزدیک شاه. بدرید پهلوی دیو سپید، جگرگاه کولاد غندی و بید. سر سنجه را ناگه از تن بکند، خروشش بر آمد به ابر بلند. چو سهراب فرزند کاندر جهان، کسی را نبود از نژاد مهان. بکشت از پی کین کاووس شاه، اشاره به اون ماجرای فرزند کشی که رستم در راه نجات ایران، حفظ مرزهای ایران با تورانیان که سپهسالارشون سهراب بود، غافل از این که سهراب پسر اوست، با سهراب وارد کشتی شد و او رو نشناخت و پسر رو کشت. و داره میگه تا این لحظه روزی نیست، ماهی نیست، سالی نیست که رستم چشم گریان نداشته باشه. بکشت از پی کین کاووس شاه. چرا اشاره از پی کین کاووس شاه؟ از جهتی کینه‌ای که کاووس داره و اصراری که میکنه که فوراً برو با این جوان روبرو شو. اگر خاطرتون باشه، میل قلبی رستم این نیست که از
زابل بلند شه بیاد برای این نبرد دوم. زمانی که میفهمه فرزندش رو خنجر زده، کسی رو میفرسته که از کاووس شاه نوشدارو بگیرند و کاووس از دادن نوشدارو دریغ میکنه، چرا که شاید فکر میکنه اگر پدر و پسر با هم، یعنی پسر نجات پیدا بکنه و پدر و پسر با هم متحد بشن، سلطنت و پایه‌های سلطنت او ضعیف بشه، چون این تصوری داره. متاسفانه این شاه بیخرد ایرانی کاووس شاه که در جاهای بسیار بیخردانه عمل میکنه، و زمانی که خود رستم میره به دنبال نوشدارو، دیگه نوشدارو بعد از مرگ سهراب میرسه. بکشت از پی کین کاووس شاه، ز دردش بگرید همی سال و ماه. و از آن پس کجا رزم کاموس کرد. این بیت در واقع این که میگوید همی سال و ماه پدر در سوگ پسر هنوز داره گریه میکنه، پاسخی برای بسیاری از کسانی که چنین تفسیر میکنن که مهر رستم بر فرزند نجنبید یا بعد فراموش کرد. کما اینکه میدونیم از داغ فرزند، از داغ پسر، بعدها سیاوش رو میبره به فرزندی قبول میکنه و بزرگ میکنه، و همینطور اینجا بسیار اشاره جالبی است که میگه رستم که سالیان سال از اون واقعه گذشته هنوز اندوهگینه. خب بعد از اشاره به مرگ سهراب، اینجا باز اشاره دیگری میکنه به خدمات رستم. کی؟ زال زر پدرش. و از آن پس کجا رزم کاموس کرد، به مردی به ابر اندر آورد گرد. ذکردار او چند رانم سخن، کجا داستانش نیاید ببن. اگر شاه سیر آمد از تاج و گاه، چه ماند به دین شیر دل نیک خواه. چون این داد پاسخ که کردار اوی، به نزدیک من رنج و تیمار اوی، که داند مگر کردگار سپهر، نماینده داد و آرام و مهر. سخنهای او نیست اندر نهفت، نداند کس او را به آفاق جفت. که خسرو گفت قدر و منزلت، ارزش رستم در سخن ناید. حد و مرز نداره ارزش رستم. گفتار اندر منشور دادن کیخسرو رستم زال را. حالا کی میخواد جلوی برزو عرض اندام کنه؟ از این طرف خبر را برای نیر اعظم، کیخسرو هم از پشت سر داره میاد. خبر دادن به رستم که یک پهلوان تورانی، توس و گستهم کن سر نیزه، همه را تحویل زندان داد. کی میخواد جواب به این بده؟ رستم در شکارگاه بود، این خبر را بهش دادن. انداخ بیراغه داره میاد جبهه جنگ. رسیدن کیخسرو تبل و شیپور بشارت، ایرانی ها استقبال از کیخسرو. از این طرف جهان پهلوان رسید، استقبالش کردن. تمام گزارش جنگا رستم به این طریق نشسته خوند: این کیه که با یه کشیدگی و بسته؟ اگر تبل جنگ زد، در سر زدن آفتاب هیچ کی میدون نره. خبر دادن به برزو که جهان پهلوان ایران آمده جبهه جنگ. زندانیان تو زندان، فقط کسی که نیومده اینجا در شکارگان با بیژن. کی؟ فرامرز. فرامرز و بیژن در شکارگاه رفتن، اینا فعلا خبر ندارن. زال برای رستم عهد و فرمان میگیره. کیخسرو فرمود کشور نیمروز، نیمروز نام دیگر سیستان هست، زابلستان، کشور نیمروز رو به نام رستم بزنند. منشور مهر امضا بدو داد، منشور رو کرد آفرین که آباد بادا به رستم
زمین. گفتار اندر منشور دادن کیخسرو گودرز و گیو را. گودرز بلند شد گفت پادشاها، از گاه منوچهر تا کیقباد، از گاه کاووس تا گاه شما، کمربسته شهریاران بودم، 78 پسر و نبیرم را در راه وطن فدا کردم. گیو بیداردل پسرم 7 سال گرسنگی تشنگی در بدری در توران زمین کشید برای پیدا کردن شما. هم اکنون پادشاه از جهان سیر شده، گیو چشم خوبی از شاه دارد، چون این داد پاسخ که بیش است از این، که بر گیو بادا 1000 آفرین، لیاقت او شایستگی او بسیار است و در حرف ناید. پس بفرمود منشور قوم و اصفهان رو به نام گیو زدند. به ایرانیان گفت گیو دلیر، مبادا که آید ذکردار سیر، بدانید کو یادگار من است. گودرزی ها خوشحال شدن، همه بر شاه آفرین کردند. گفتار اندر منشور کردن کیخسرو طوس نوذر را. داره ولایات رو تقسیم میکنه قبل از مرگش، و میدونید که هر ولایتی، هر منطقه‌ای، شهری حاکمی براش منصوب میشده و همه اینها زیر نظر حکومت مرکزی، پایتخت و پادشاهی در واقع اینها حکومت میکردن. خب حالا نوبت طوس میشه. گودرز نشست، طوس بلند شد گفت انوشه باد شاهنشاه ایران، من از نژاد فریدونم، کمربسته ایرانیان، در جنگ هماون کو بی جوشن جنگیدم و تنم بخست، به کین خون سیاوش چه شبها که پاسبان سپاه بودم، در جنگ لاون سپه رو رها نکردم، در مازندران به یک بند کاووس بود، به بند دیگر من بودم. حال شما از پادشاهی سیر شده ای، کنون بر من چه می فرمایی و می بخشایی که مرا خوب می شناسی؟ چون این داد پاسخ بدو شهریار، که بیش است از این رنجت از روزگار، همی باش با کاویانی درفش. کی خسرو منشور خراسان رو به نام طوس زد، مهر امضا همه فرمانها رو دبیران با مشک و عبیر بر حریر نوشتند. ببینیم گفتارن در پادشاهی دادن کیخسرو لهراسب را. در سر زدن آفتاب عالمتاب، به دستور برزو کجک اومد بش حکمت هب، ایرانی ها جوابت حبل جنگ دادن، برزوی شیرزل تنگ اسب و هشید و حریف به گردگاه اسب مهمیز، زیگرش حکم اسب اسب جولان در آمد. ترق 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 یه دور زد، یکی نعره زد گفت رستم کجاست؟ رستم به قلبگاه همه همچی کردن. جان بله زرخشان در آمد گو شیر نر، زره دامنش را بزد بر کمر، خودش را آماده کرد، پرید به گرده رخش، به رخش گفت زبان بسته میخوام بازی کنی، زد اینجا یه اسب سمت نازمه یه ابرش نامدار، رخش سر دو کاسه سام یک هی هک هشید، ترق 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 یه دور زد مقابل برزو بست. رستم چشمش افتاد به برزو، دید ابرو، مژه، چشم، پیشونی، مو، بدن،
حرکت، قد، قامت، سهراب یه سیب از وسط نس کرد. رستم با خودش گفت این چینی که نیست، رومی هم نیست، قندهاری هم نیست، هندی هم نیست، این افراسیاب کجا به دام انداخته؟ اگر حدسم اشتباه نره این نژاد گرشاسبیه. چون پادشاه کار بزرگان رو سامان داد، به بیژن جوان فرمود که برو و لهراسب را بیاور. بیژن اطاعت امر کرد، لهراسب به حضور رسید. کی خسرو از تخت بلند شد، تاج رو از سر برداشت، تاج پادشاهی ایران زمین رو بر سر لهراسب گذاشت و او رو جانشین تخت پادشاهی ایران معرفی کرد که این تاج نو بر تو فرخنده باد، جهان سر به سر مر تو را بنده باد. بعد او رو پند و اندرز داد که این پادشاهی و گنج به تو سپرده شد که از پس آن درد و رنج بسیار کشیدم، جز به داد و دادگری زبان مگردان. مکن دیو را آشنا با روان، چو خواهی که بختت بماند جوان. خردمند باش و بیازار باش، همیشه زبان را نگهدار باش، همیشه زبان را نگهدار باش. به ایرانیان گفت که از تخت اوی بباشید شادان هم از بخت اوی. بزرگان همه شگفت زده و حیران از این انتخاب کیخسرو، زار بلند شد گفت ای شهریار، سواری بی نام و نشان را که نژاد و تبارش بر کسی معلوم نیست، چرا فرمان روایی می دهی؟ به ایران چو آمد به نزد زرسب، فرومایی دیدمش با یک اسب. ز چندین بزرگان خسرو نژاد، نیامد کسی بر دل شاه یاد. شما کسی دیگری را ندیدی که او را جانشین کردی؟ نژادش نبینم ندیدم گوهر، بر این گونه نشنید کس تاجور. با این حرف های تند دستان سام یعنی زال زر، باقی ایرانی ها هم شور برشون داشت، خروش کردن، بلند شدن، خروشیدن که ما به شاه لهراسب کمر نمی بندیم. اگر لهراسب پادشاه شود نه در بزمش می رویم نه در رزمش. کیخسرو با شنیدن حرفهای زال گفت ای دستان، شتاب مکن، شتاب مکن. یک، بدان که یزدان پاک به واسطه سروش به من فرمان داد که چنین انتخابی کنم. دو، لهراسب بی تبار نیست، گمنام نیست، از نژاد شاهان است، از نوادگان هوشنگ است، به شاهیش آفرین کنید و پند مرا بشنوید. زال با شنیدن این سخن به نشانه پوزش از حرفهای خودش پشیمان شد، به نشانه پوزش انگشت به خاک سیاه زد و با آلودن لب به خاک از پادشاه عذر خواست، یعنی خاکم به دهان. چو بشنید زال این سخنهای پاک، بیازید انگشت و برزد به خاک، بیالود لب را به خاک سیاه، به آواز لهراسب را خواند شاه. گفت شهریارا، درخواست میکنم سخن ناروای مرا ناشنیده بگیر و بر من ببخش. چو سوگند خوردم
به خاک سیاه لبالوده شد. مشموران از گناه که خسرو زال رو نواخته. ببینیم گفتار اندرز کردن کیخسرو ایرانیان را. بپرسید از او، گفت نام تو چیست؟ اسمت چیه؟ گفت برزو. پدر داری؟ نه. رستم بدتر یه خورده رفت تو فکر. مادر داری؟ دارم. اما ببین، اینجا میدون جنگه، جای کردار، جای گفتار نیست. بگرد تا بگردیم. دست ها رفت برای نیزه. اما هم برزوی خورده ملاحظه میکنه، هم رستم. هر دو بر ابروان خم افکندن، نیزه بر نیزه هم افکندن. هر دو را آتش از سنان میجست، هر چه این میگسست او میبست. شرط شرط شرط، از نیزه مرادی حاصل نشد. دست ها رفت به تیغ، شکسته شد از دست تیغ گران. یه وقت برزو دید یه چیزی صدا میکنه. قرق 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 قرق، برزو برگشت. میل شاختوره دارن میارن. اون میل شاتوری که با یه ضرب گشست زد کتف سهراب خورد کرد، اون گرز دارن میارن. از این طرف به دستور کودرز گاوسر فریدون حرکت دادن. این دو گرز سنگین و خطرناک با هم روبرو شدن. به ایرانیان گفت فرخنده شاه که فردا شما را همین است را